بیشتر از نکوکاری گفتیم و آله در همین رابطه و جای بطالب سیاسی بخیر صحبتی داشته باشیم. لطف و شفقت گفتیم که در دلهای خود کشت کنیم. وقت کشت کرده باور کنیم که اقدام میکنیم به کارهای نیک و نکوکار میشیم. نتیجه نیکوکاری معمولا به دو شکل مادی و معنوی میتونه باشه. نتیجه مادی چیزی که شامل هر چیزی هست که به صورت مادی یا فیزیکی به دست آمده و مستقیما به عمل نیکوکاری مرتبط است. مثال های از نتایج مادی شامل کمک به نیازمندان مالی، ارائه خدمات به زیرساخت های اجتماعی، ایجاد محیط های سالم و امن و غیره می باشه. اما نتیجه معنوی این شامل افزایش احساس رضایت، شادی، آرامش و احساس رضایت و ارتباط معنوی با دیگران میشه. افرادی که اقدام به کارهای نیکوکاری میکنن ممکن است از رشد شخصی، ارتباطات بهتر با دیگران و افزایش احساس هدفمندی و معنویت بهره مند شوند. در هر صورت یادم باشه نتیجه نیکوکاری بستگی به نوع فعالیت نیکوکارانه، محیط فعالیت و نیازهای مخاطبان ممکن است داشته باشد. در همین رابطه بیندای گرامی بر شما یک داستان واقعی یکی از میلیونرهای امریکایی را میخوانیم. این را به دقت گوش کنید. قصه نیست، تخیل نیست، واقعیت است. و ما گاه گاهی هنگشت انتقاد میگذاریم که ما مسلمان ها هستیم در ملک کفار زندگی میکنیم، کفاری که رحم ندارن و شفقت ندارن. این چیزها رو زیاد چنده میده گرامی، ولی ببینید که کافره که از دید ما چی کارهایی کرده. یکی از میلیونرهای امریکایی هرس روزن نام داره و این آدم یکی از فقیرترین مناطق فلوریدای امریکا را تحت حمایت خود گرفت. و چی کرد؟ مصارف تحصیل در دانشگاه را برای تمام فارغ تحصیلان مکاتب و مصارف کودکستان ها را برای کودکان پرداخت کرد در همین منطقه فقیرنشین فلوریدا. اما هریس روزن در منطقه منهتن نیویورک در امریکا به دنیا آمد و بزرگ شد. در اونجا یعنی در نیویورک او دیپلم خود از دانشگاه کرنل در رشته هتلداری دریافت کرد. اما تا که شایسته یک شهروند خوب کشورش هست بعد از فارغ تحصیلی به اردو پیوست و به مدت 3 سال به عنوان افسر امریکایی در آلمان و کره جنوبی خدمت کرد. پس از ختم خدمت برای آموزش دیگر ای بار در دانشگاه ویرجینیا ثبت نام کرد. او سالها در کسب و کار هتلداری در ایالتهای مختلف امریکا کار کرد تا ای که سرانجام در دهه سوم زندگی خود در اورلاندو در فلوریدای آفتابی ساکن شد. تا اون زمان یادم 25,000 دلار جمع کرده بود و دانست توسط امو پول یک میمارخانه کوچک خریداری کنند. اینمی جست که داستان موفقیت رو از یادم آغاز میشه. موفقیت بزرگ زندگی تغییر میکنه و اینجا احساس در وجود ازی با هر روز که پول دار میشه به مون اندازه احساس و انگیزی انسانیت و خدمت به دیگران در وجود ازی بیشتر میشه. البته که شهر اورلاندو به عنوان مرکز توریسم مشهور است، صنعت توریسم نیز رشد کرد. میمارخانه کوچک هریس روزن شروع به رونق و سود خوب کرد و این کار آفرین به ساخت هتل‌ها برای رقابت با غول‌های این تجارت ادامه پیدا کرد. هریس از این طریق با موفقیت اقتصادی بیشتر دست یافت و مرد بسیار ثروتمند شد. اما این ثروتی را
که پول داد جیبش است راضی و خوش نگاه نمیکرد. و بالاخره یک روز تصمیم گیره که سرنوشت خود با شهر تنگیلو پارک ارتباط بده، خود به اونجا نزدیک کنه. ای اول برای مکتبایی که برای کنکور آمده میگرفتن و پول نداشتن و مشکلات اقتصادی داشتن کمک شروع کرد، و بعدن برای کودکستان ها و به تعقیب از این برای فارغ تحصیلان و کسایی که به کالج و یونیورسیتی میرفتن کمک کرد. آیسته آیسته، یعنی در ابتدای آدم 25% مصارف امین منطقه را میداد برای کودکستان ها و کسایی که امتحان کنکور میدادن و به اصطلاح میرفتن به طرف کالج و به طرف پانتون ها. این کمک 25% میکرد و بالاخره چون ثروت آقای عری زیاد شد هرس نگرفته ایش، بیشتر پول پرست نشد، انسان دوست شد، 25% کمک خود به 100% رساند. این تأثیرش چی شد بیندای گرامی؟ همین منطقه که پیشتر جرم و جنایت در اینجا زیاد بود، جرم و جنایت از بین رفت. همگی روانی مکتب و از کودکستان طرف مکتب و کالج و یونیورسی و یا به اصطلاح دانشگاه و یا پانتون شدن. 21 سال ای کارش، یعنی از 21 سال پیش با شایده وضعیت اسفناکی منطقه ای تصمیم گرفت که تا با تصدیق مقدار از ثروت خود با وضعیت از اونجا سر و سامان بده. و اینک با گذشت 21 سال و کمک های 11 میلیون دلاری وی این محله به یکی از موفق ترین محله های فلوریدا تبدیل شده است. در این مدت علاوه بر کاهش جرم و جنایت در این منطقه، بسیاری از جوانان آنجا نیز با کمک های وی بورسیه ها گرفتن و اینک افراد موفق در جامعه هستند. چیزی که بیندای گرامی، تقریبا در 10 سال گذشته ما فریاد کشیدیم از ثروتمندان خود، تقاضا کردیم که برادر به جای مایی خوردن مایی گرفتن برای وطنداران ما در داخل کشور یاد بتین. ببین صدا صدیم سرمی آقای احسان الله بیات یا نویزاده و یا الکوزه اینا که برادر مردم با فقر و با گرسنگی و با گدایی عادت نتین، امی پولهایتان برین تولیدی های بسازین، برین در سرمایه گذاری های معنوی کنین تا بتانید که جامعه را از فقر و مصیبت و بدبختی نجات بدین. اما این داستانه که خواندیم بیندگرمی باز نگوین که انسانیت مرده و انسانیت تنها در وجود ما مسلمان هست. ای کاش که سیاسیون ما، سیاسیونی که امروز از جمله میلیونرها هستند و سرمایه دارهای گرامی ما که میلیون ها دلار سرمایه دارن، حداقل یک بار امی داستانه بخوانن و امی داستانه بشنون و یقین دارم که برشان تأثیر خواهد کرد.